درود رفقا، امینم. اگه اینجایی یا عاشق اسکیت بودی یا داری عاشق اسکیت بورد میشی یا خیلی با من حال میکنی. سری بریم دنبال تاریخچه اسکیت بورد. به نظر من که همه چیز زیر سر دریاست. تو دهه 40 میلادی وقتی موج سوارا میرن دریا، میبینن هیچ موجی وجود نداره و نمیتونن اشغالی کنن. تهش میان با یه ذره فکر تخته ها رو میبندن به چی؟ به یه ماشین. اینجوری. میبینن نه حال نمیده. چیکار کنیم؟ چیکار نکنیم؟ بیایم یه دو تا چرخ ببندیم زیرش بنازیمش کف آسفالت. هر چی سرچ کردم نتونستم بفهمم تز کی بوده، ولی اولین چیزی که از اسکیت بورد اختراع شد یه همچین چیزی بود. بهش میگفتن کرید اسکوتر. دهه 50 میلادی ساختنش. یه تخته چوبی داشت، یه جعبه میوه خوری داشت و فرمون. همین اواخر تو آمریکا به یاد قدیما یه چند سری ازش تولید شد. توریست‌ها و اهل دلا میرفتن و تجربهش میکردن. نزدیک دهه 60 میلادی کمپانی‌های جنوب کالیفرنیا مثل ماکاو و جک، خب ماکاو خیلی از همش مشهورتر بوده، شروع می‌کنن به اسکیت بورد ساختن با همون فرم تخته موج سواری ولی یه ذره کوچیک‌تر. سریع هم تیمای تشکیل میدن تا بچه‌هاشون رو بفرستن به همه جای آمریکا تا مردم رو آشنا کنن با اسکیت بورد. Now we want to keep our knees bent and we want to push right next to the wheels, not back here out in front. But right next to the wheels and just push along. Don't worry about getting your other foot on. How do you control? سال 1963 آقای استیون که بنیانگذار ماکاها بود تصمیم میگیره که یه ایونت بذاره همه خوبا رو جمع کنه دور هم. این دور همه باعث میشه که اسکیت بورد برای اولین بار به آمریکای جماعت معرفی بشه. وقتی دیدن دور همین جواب داد یه شو تلویزیونی زدن. بچه‌ها اومدن یه خودی نشون دادن و بیشتر دیده شدن و خب این یه تبلیغ خیلی خوبی بود برای همه کمپانی‌ها. شو محبوب میشه، مجله میزنن. تیتر اولش میزنن این ورزش هیچ تاریخچه‌ای نداره، توسط شماها ساخته میشه و آینده‌ای روشنی داره. کات المپیک 2020. قبول شدن این ورزش در شرکت در المپیک. 1965 اولین مسابقه ای که رسانه‌ای شد. شبکه ABC تصمیم میگیره اولین مسابقه رسانه‌ای رو پوشش بده. و این سال ماکاها 4 میلیون دلار فروخت. یک سال بعد فروش اسکیت بورد کاهش چشمگیری پیدا میکنه. میگه چرا؟ پدر مادرها وقتی دیدن بچه‌هاشون میان خونه یا اسکیت بوردشون شکسته یا سرشون داره خون میاد یا لباساشون پاره شده، اونقدر هم پولا نبودن که بگیم خب باشه فردا چه بریم یه کفش دیگه بگیریم، یه اسکیت دیگه بگیریم. واسه همین محبوبیتش خیلی کمتر شد. مامانا دیگه اجازه نمیدن بچه‌هاشون برن بیرون بازی کنن. کم کم مردم از این ورزش دور شدن و کار کشید به شکایت و شکایت کشید. اون موقع چرخ‌ها یا فلزی بودن یا سفالی. کارخونه ها تصمیم میگیرن یه تغییراتی توی چرخ‌های اسکیت ایجاد کنن، ولی نمیدونن چیکار کنن. اینجاست که فرانک نسبورفی وارد میشه. توی واشنگتن یه سری چرخ تولید میکنه، همونو میفرسته کالیفرنیا مهد اسکیت و بعد چند وقت میبینه که نه، جواب داد. همه دارن حال میکنن. فروش اسکیت بورد دوباره میره بالا. چرا؟ چون کارخونه ها اومدن دوباره سرمایه گذاری کردن. فرانک تصمیم میگیره یه طراح و دیزاینر خفن به گروهش اضافه کنه. جیم ایونز به گروهشون اضافه میشه. انقدر خفن بوده که طراحیاش میره روی مجله و روزنامه ها. یه کار خوبی که مجله ها میکردن این بود که لوکیشن های محله های خوب و خفنی که خوراک اسکیت کردن بود و میذاشتن. مادم گفتن کف خیابون که خدای خطرناکه، چیکار کنیم چیکار نکنیم، پیست بسازیم. تا قبل از پیست بچه‌ها مجبور بودن برن توی زمین بسکتبال، پارکینگا، پارک‌های شلوغ و اینجور جاها تمرین کنن که خب خیلی واسه خانواده‌هایی که اونجا با بچه‌هاشون اومدن خطرناک بود. این اولین پیستیه که تو 13 مارچ 1976 تو کالیفرنیا ساختن. دهه 70 تغییراتی توی اسکیت بورد دادن و جای چوب از پلاستیک استفاده کردن و با چند تا رنگ متفاوت دادن بیرون. اسمش هم گذاشتن بنانا بورد. حالا چرا بنانا بورد؟ چون رنگ معروفش زرد شده بود. مثلا چون دو نفر توی مجله با رنگ زرد عکس گرفته بودن، خب مردم هم میگفتن ما زردش رو میخوایم و فروشگاه هم بیشتر این رنگ رو میآوردن. میرسیم به سال 1975، اوج محبوبیت اسکیت بورد و یهو یه رکورد گینس زده میشه.
کادیلک فیرز دومین دوره مسابقات خودش رو میذاره. یه دونه رشته تو این مسابقات بوده که کی سرعتش از همه بالاتره. برنده با 80 کیلومتر بر ساعت رکورد گینس رو زد. سال 1976 یه سری اومدن گفتن که این اسکیت اصلا جای مانور نداره. یعنی یا ما فقط میتونیم راید کنیم یا وقتی میخواییم بچرخیم با کل دم و دست که باید بچرخیم که خیلی هم خسته کننده شده بود و تکراری. اینجا بودش که اومدن تراک رو تولید کردن و سایز بورد ها تا 10 اینچ رفت. سال 1976 اصلا سال خوبی برای مردم آمریکا نبود، ولی باعث شد ورزش اسکیت بورد پیشرفت چشمگیری بکنه. اون سال اعلام کردن که آب هست ولی کم هست، واسه همین مجبور شدن همه استخرها رو تخلیه کنن. از اون بعد بچه های اسکیت باز ریختن تو استخر رو ادامه ماجرا. دقیقا از همینجا بود که سبک جدیدی وارد اسکیت بورد شد. مردم با ورت و رمپ آشنا شدن و دنیای اسکیت بورد خیلی وسیع شد. خب از اونجایی هم که رمپ ساختن واسه همه کار راحتی نبود، خیلی از بچه ها مجبور بودن برن لبه شیبدار کنار خیابونا و توی کوچه ها بازی کنن. اینجا بود که فری استایل خیابونی وارد اسکیت بورد شد. شاید خیلی دوست داشته باشید که بدونید تریک عالی کی اختراع کرد. Florida's Alan Gelfand, originator of the Ollie Air. آلن گلفند کسی بود که اولین بار تریک عالیو اختراع کرد و پایه‌گذار خیلی از تریک‌های اسکیت بورد شد. واسه همین بهش میگن مادر تریک‌ها. بعد اون رودی مولر کیک فلیپ و ایمپاسیبل رو اختراع کرد. به رودی مولر لقب پدرخوانده اسکیت بورد دادن. این وسط مسطح یه فیلم اومد به اسم بک تو فیوچر که اگه عاشق اسکیت بوردی حتما بهت پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببین. خیلی از بزرگای اسکیت بورد به خاطر این فیلم اومدن سراغ این ورزش. از دهه 70 تا 90 خیلی با این اسکیت بدبخت ور رفتن، ولی از 90 تا الان تقریبا همونیه که همه داریم میبینیم. اولش اسکیت نمایشیه که خب باش تریک میزنن، دومیش لانگ بورده که باش مسافت ها و شیبای طولانی رو میرن و خیلی هم باش دنس میکنن، و سومیش کروزه که باش فقط رایت میکنن که البته یه سری دیوونه تو جاده و شیبای تون باش رایت میکنن. میرسیم به دهه 80 میلادی، جایی که بازی کامپیوتری روانه بازار شد. اولین بازی تو این سبک 1986 اومد بیرون، اسمش هم اونداشن 720. تقریبا هر دهه دو سه تا بازی دادن بیرون. سال 2000 اسکیت بورد تو اوج خودش بود، طرفداراش بیسبال، فوتبال آمریکایی و بسکتبال هم بیشتر شده بود. پدرایی که دوست داشتن بچه‌هاشون بدن سمت این ورزش کاملا ناامید شده بودن. یه عالم پیست زده بودن، یه عالم آموزشگاه اسکیت بورد زده بودن. این وسط یه پیست گنده توی چین زده شد، SMD پارک. و در آخر 2020، سالی که این ورزش وارد المپیک توکیو شد. حالا همه اسکیت بوردرا یه هدف داشتن، المپیک. خب بچه ها، تاریخ اسکیت بورد همینجا تموم شد. سعی کردم آمار درست بهتون بدم، امیدوارم که بوستون مفید باشه رفیقامی.